سلام، قراره ببینیم توی یکی از آسیایی ترین شبای اسکار چی گذشت، اما خلاصش اینه که همه چیز همه جا به یک باره اومد، همه چیز رو همه جا یک باره درو کرد و در سکوت جبهه غرب آلمان ها پیروز شدن. قبل از پرداختن به خود مراسم بریم سراغ فرش قرمز که دیگه امسال قرمز نبود. امسال طرح‌های صحنه یه جور رنگ شامپاینی برای پاویون استقبال از ستاره‌ها در نظر گرفته بودن تا بیشتر از فرش زیر پا خود بازیگرا درخشان باشن. اتفاقی که بعد از 70 سال می‌افتاد و جالبه که امسال خیلی از ستاره‌های زن مطرح هم لباس‌های سفید یا کرم پوشیده بودن. احتمالاً طراحای لباس از قبل به کنتراست لباس بازیگرا با فرش قرمز فکر کرده بودن، ولی اینجاشو نخونده بودن که دیگه امسال از فرش قرمز خبری نخواهد بود. بریم سراغ خود مراسم که با اجرای جیمی کیمل شروع شد. همونطور که توی تیزرش از تاپ گان مایه گذاشته بود، برای ورود به سالن داربی تیتر هالیوود هم با تام کروز سوار یه جت جنگنده شد و با ایجکت شدن از اون فانتوم در حال سقوط با چتر به سالن اومد. شوخی های کیمل از همون تیزرش شروع شده بود. توانایی مجری برای چک خوردن که اشاره داشت به اتفاقات پارسال اسکار و سیلی خوردن کریس راک از ویل اسمیت. اما خب امسال از این خبرها نبود. کیمل ولی به اون شوخی توی تیزر بسنده نکرد و توی اجراش سعی کرد ببینه کیا ممکنه بیان روی سن بزننش. مایکل بی جوردن، ستاره فیلم های کرید، میشل یوه با اون سابقه رزمی خفنش، گیلرمو، اما نه دلتورو، گیلرموی برنامه خودش و یا شاید استیون اسپیلبرگ 76 ساله. تیکه هایی هم به بنشی های اینیشین انداخت و به اسپیلبرگ در مورد اینکه فیلمی درباره خودش ساخته مطلق گفت. از حمله آلمان ها با فیلم در جبهه غرب خبری نیست خبر داد و به نیکول کیدمن هم رحم نکرد و بهش یادآوری کرد که از یه فن سینما چطور پاش به پرده سینما باز شده. مراسم اسکار امسال دو تا غایب بزرگم داشت، جیمز کامرون و تام کروز. البته جیمی کیمل به این دو نفرم رحم نکرد و به شوخی گفت اون دو نفری که بیشتر تعداد تماشاچی رو میکشن به سینما خودشون سینما نمیرن. تام و جیمز کامرون didn't show up tonight. There's only two guys who insisted we go to the theater didn't come to the theater. صحبت کیمل با ورود رقصنده‌های هندی به صحنه پایان یافت تا نشون بده که آسیایا واقعا برای امشب نقشه کشیدن. اجرای موسیقی برنامه غیر از اجرای آهنگ هندی ناتوناتو و اجرای سوفیا کارسون و ریانا که دیگه 5 ماه از بارداریش میگذره، یه نکته جالبتر هم داشت و اونم لیدی گاگای ساده پوش بود. خواننده که یه زمان به پوشیدن عجیبترین لباس ها معروف بود، حالا بیشتر شبیه مارک زاکربرگ به نظر میرسید، چیزی که بازم مثل همیشه متفاوتش میکرد. وقتش از حاشیه‌ها فاصله بگیریم و بریم سراغ خود جوایز. اول بریم یه نگاه آماری به کل برنامه بندازیم. فیلمی که بهار و تابستون پارسال با وجود اینکه سالن‌های سینمای زیادی در اختیار نداشت، 15 هفته بین پرفروش‌های گیشه باقی موند و در تقابل با فیلم ابرقهرمانی و پرزرق و برق مارول، یعنی دکتر استرنج و جنون چند جهانی، نشون داد که با یه قصه خوب و تدوین درست درمون چطور میشه فیلمت بهتری در موضوع چند جهانی ساخت. این فیلم 7 اسکار رو برنده شد تا یکی از تاریخی ترین شبهای اسکار رو به نام خودش رقم بزنه. ضمن اینکه یه رکورد بی‌نظیر هم برای خودش ثبت کرد. همه چیز همه جا به یک باره در تاریخ آکادمی آوارد اولین فیلمیه که اسکار بهترین فیلم، اسکار بهترین کارگردانی و 3 اسکار بهترین بازیگری رو به خودش اختصاص میده. ضمن اینکه اسکار بهترین تدوین و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی رو همین فیلم گرفت. اما یه فیلم دیگه هم از شگفتی سازه امسال بود. فیلم آلمانیه همه در جبهه غرب ساکتند، فیلمی در مورد جنگ جهانی اول.
جیمی کیمل هم یه شوخی با نفوذ آلمانا به جبهه غرب کرده بود. این فیلم در 9 عنوان نامزد دریافت اسکار بود که 4 تاش رو برنده شد، از جمله بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلم برداری. اما سهم هر کدوم از فیلم‌های پر آوازه و پر فروش پارسال، یعنی تاپگان ماوریک، آواتار راهی از آب و پلنگ سیاه واکاندا برای همیشه، هر کدوم یه اسکار بود تا پرفروش‌ترین ها از شب اسکار دست خالی بیرون نرن. آخر مراسم هم ریانا و لیدی گاگا مجبور شدن هندی برقصن، چون اسکار بهترین ترانه برای نخستین بار به یه آهنگ هندی رسید، ترانه ناتو ناتو که جشن آسیایی ها رو کامل کرد. جایزه بهترین انیمیشن سال به پینوکیو جذاب دلتورو رسید. نتفلیکس امسال 2 نسخه پینوکیو منتشر کرد. یکی اون لایو اکشنی بود که تام هنگس نقش پدر جپتو رو بازی میکرد و واقعا فیلم بدی بود، و اون یکی انیمیشن بزرگسالانه دلتورو بود که واقعا محصول جذاب و دیدنی از آب در اومد و این جایزه اسکار هم برازندش بود. البته نمیشه از انیمیشن ترنینگ رد هم به سادگی عبور کرد. یه انیمیشن در ژانر گذر نسلی که به یکی از مهمترین مسائل تابو در خصوص پریود شدن دخترای نوجوان پرداخته و اون هم شانس بالایی برای اسکار داشت. اجراهای دریایی، گربه چکمه پوش و مارسل پوسته با کفش دیگر انیمیشنایی بودند که پشت خط نامزدی اسکار موندن. جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به کی هیو کوان رسید برای بازی در نقش پدر خانواده در فیلم همه چیز همه جا به یک باره. بازیگری که نخستین نقش هالیوودیش رو توی ایندیانا جونز و معبد عذاب بازی کرده بود در نقش یه پسر بچه درشکچی بینامونشون. او دو رقیب سرسخت توی این رقابت داشت که هر دو برای نقش آفرینی توی بنشیهای اینیشیرین توی لیست نامزده اسکار بودن. برندون گلسون و بری گوگان که به تازگی جایزه گلدن گلوب رو برای همین نقش گرفته بود. This is the American dream. جایزه نقش مکمل زن به جیمی لی کورتیس رسید. Stop. دختر دو بازیگر فقید سینمای کلاسیک تونی کورتیس و جنت لی که هیچ کدوم نتونسته بودن گامی بلندتر از نامزدی اسکار بردارن، بالاخره این افتخار رو برای خانواده سینمایش به ارمغان آورد. جیمی لی کورتیس که بیشتر به بازی توی فیلم‌های ترسناک به خصوص سری هالووین میشناسیمش، در نقش اون خانم کارمند اداره مالیات توی فیلم همه چیز همه جا به یک باره واقعا درخشان ظاهر شد و خب تونست رقبای مثل آنجلا باست و کری کندون رو توی 64 سالگی پس بزنه. جایزه بهترین بازیگر مرد همونطور که انتظار میرفت به براندون فریزر رسید. فریزر که پس از سالیان سال اولین نامزدی اسکارش رو تجربه میکرد، نخستین فیلمش رو در سال 1991 در یه نقش بینام بازی کرده بود. بازیگر نقشی که توی تیتراژ فیلم خورده بود خریدار شماره 1، حالا بازیگر شماره 1 هالیوود شده. او تو فیلم دوال در نقش یه معلم زبان انگلیسی بسیار چاقه که میخواد ارتباطش با دختر نوجوانش رو بهتر کنه. گریم سنگین فریزر توی این فیلم از او که با نقش قهرمان ترکیه فیلم‌های مومیایی میشناسیمش، یه نهنگ تنها ساخته بود که تونست دل اعضای آکادمی رو ببره و علی‌رغم واگذار کردن رقابت توی گلدن گلوب تونست اسکار رو به خونه ببره. اونم در شبی که کالین فرل هم اولین نامزدی اسکارش رو برای بنشی‌های اینیشیرین تجربه می‌کرد و فکر می‌کرد مثل گلدن گلوب اسکارم تو مشتش و خوب نبود. دیگر رقبای او برای گرفتن این جایزه بیلی نایی برای فیلم زندگی کردن، آستین باتلر برای الویس و پل مسکال برای بعد از خورشید بودند. جایزه بهترین بازیگر زن هم برخلاف همه پیشبینی ها به میشل یوه رسید.
البته که او گلدن گلوب رو برای نقش آفرینی توی همه چیز همه جا به یک باره برنده شده بود، اما خب همه فکر میکردن سومین اسکار کیت بلانچت تو راه باشه و یه رکورد جذاب برای سریع ترین اسکار سوم رو به نام خودش ثبت کنه. از وریتی بگیر تا تایم همه منتظر این جایزه بودن، اما نقش تار نتونست بلانچت رو به اون چیزی که میخواست برسونه و عوضش اولین نامزد آسیایی بهترین بازیگر زن تاریخ اسکار، اولین برنده آسیایی بهترین بازیگر زن اسکار هم بود تا رکورد رو به نام خودش ثبت کنه. میست گرل 1983 اندونزی که خودش رو از ایفای نقش باند گرل توی فیلم تومارو نور دای در سال 1997 به هالیوود کشوند رو در فیلم ببر قرآن اژدهای پنهان هم به یاد دارید. جالبه که میشل یوه و برندون فریزر در سومین قسمت از سری فیلم‌های مومیایی هم همبازی بودن و به این ترتیب فیلم مومیایی و امپراتور اژدها دو نماینده در شب اسکار داشت که هر دو هم جایزه رو به خونه بردن. همه چیز همه جا به یک باره که برای درو کردن اومده بود جایزه بهترین فیلم رو هم از آن خودش کرد. این فانتزی جذاب که تونسته ژانر گذر نسلی رو به خوبی با داستان علمی تخیلی توی حوزه چند جهانی با هم چفت کنه، رقبای خیلی سرسختی برای این جایزه داشت. از تاپگان ماوریک، پرفروش‌ترین فیلم سال 2022 بگیر تا آواتار جیمز کامرون و فیبلمن‌های اسپیلبرگ. اسپیلبرگ اگر میتونست این جایزه رو ببره، رکورد مسن‌ترین کارگردان برنده اسکار رو از چنگ کلینت ایستوود در میآورد و به نام خودش میکرد. و البته یه رکورد جاودانه الان داره و این که در 6 دهه پیاپی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم اسکار بوده. از سال 1978 برای فیلم برخورد نزدیک از نو سوم تا همین امسال. Steven is the first director to be nominated in 6 different decades. Remarkable. اما جایزه به فیلمی رسید که بیشتر از اینکه مدیون جلوه‌های ویژه باشه، خود سینما بود. قصه خانواده آسیایی توی آمریکا که مشکلاتشون با اداره مالیات بر مشکلاتشون توی خانواده سایه انداخته. ویژگی دیگه فیلم استعاری بودنش هم هست. چند دنیایی که بیخ گوش ماست. یه جامعه مهاجر در دل جامعه بزرگتر که با پذیرش خودشون مشکل دارن. یه دختر با گرایش جنسی که از نظر فرهنگ مادریش پذیرفته شده نیست و با مادر خودش در تعارضه و کارمند اداره مالیات که در بین خطوط قانون و فاکتورها خط زندگی رو گم کرده. همه اینها اما در دنیاهای موازی با هم روابط متفاوتی رو تجربه می کنند که بسیار جذاب و دیدنیه. همه اینا رو گفتم، اینم بگم که اگر همه چیز همه جا به یک بار رو ندیدین، واقعا 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 همین حالا یه وقت برای دیدنش کنار بذارین. فیلمی که 7 اسکار رو گرفت و واقعا شایسته هر 7 تا بود. تو برنامه‌های جداگانه سراغ هر کم از جوایز میرم، ولی فعلا گفتم یه شمای کلی از مراسم داشته باشیم تا اون برنامه هم آماده شه. پس یادتون نره که پلیلیست اسکاریا رو حتما دنبال کنین.